به نام خدا. سلام، به بخش دوم برنامه آخر خط از شبکه تلویزیونی نور خوش آمدید. روی جرگه مشورتی به زودی با اجندای بحث روی توافق نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن در کابل آغاز به کار می نماید. در این بین اظهارات نظیر آنچه دکتر اسپنتا در مجلس را داشته و گفته در صورتی که این توافق نامه امضا نشود افغانستان در گوشه انزوا قرار خواهد گرفت، به نظر آن را به یک مجبوریت برای افغانستان تبدیل کرده و البته تاکید آمریکا نیز بر امضای این توافق نامه آن را برای ضرورتی به این کشور مبدل ساخته است. گزارش در همین مورد را مشاهده کنید. رنگین دادفر اسپنتا مشاور شورای امنیت ملی کشور، رئیس ستاد ارتش ملی، معین وزارت امور خارجه و معین وزارت مالیه که از جمله گفتگو کنندگان طرف افغانستان در قرارداد امنیتی با آمریکا هستند، روز شنبه به مجلس نمایندگان فرا خوانده شده بودند تا در مورد چگونگی جزئیات این قرارداد به اعضای مجلس معلومات دهند. رنگین دادفر اسپنتا مشاور شورای امنیت ملی به اعضای مجلس نمایندگان گفت این قرارداد 26 ماده و دو زمینه دارد و کار روی آن بیشتر از 99% پایان یافته است. به گفته آقای اسپنتا، در ماده ششم این قرارداد تجاوز به گونه مشخص تعریف شده است و دو طرف روی آن توافق کردند. به گفته وی، اگر کشور کسانی را که قصد حمله به افغانستان را دارد پناه دهد و یا آنان را تجهیز و تمویل کند، تجاوز به افغانستان شمرده می شود و افغانستان و آمریکا در این زمینه اقدام مشترک خواهند کرد. مسئله حمایت از گروه های مسلح، دادن پناهگاه و تعلیم بر اساس این ماده شامل تعریف تجاوز به حریم افغانستان است و طرفین مکلف به همکاری و با یک دیگر در این رابطه می باشند. در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و یا تهدید به تجاوز خارجی علیه افغانستان، طرفین با توافق با یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و انجام عکس العمل مناسب به شمول اقدامات سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی که فهرستان در فقره سوم ذکر شده و مطابق به طرز العمل های مندرج قوانین اساسی هر دو طرف به مشورت می پردازند. آقای اسپنتا افزود در این قرارداد آمده است که نیروهای آمریکایی بدون توافق حق بیرون شدن از پایگاهشان را ندارند و همچنان پس از سال 2015 میلادی حق هیچ گونه عملیات نظامی در افغانستان را نخواهند داشت. به گفته او، در این قرارداد همچنان ذکر شده است که نیروهای امنیتی افغانستان به سطح ناتو تجهیز و آموزش داده شوند و سالانه 4.1 میلیارد دلار به این نیروها پرداخته شود. مشاور شورای امنیت ملی کشور اما تصریح کرد که اگر افغانستان به سربازان آمریکایی مسئولیت قضایی ندهد، این کشور قرارداد امنیتی را امضا نخواهد کرد. مسئولیت قضایی در کار نیست. مسئولیت این است که حوزه قضایی، جوریسدیکشن، حوزه قضایی کجاست. ایالات متحده آمریکا با ما آشکار گفت که ما در هر جای دنیا که حضور داشته باشیم، وقتی که نیروهای نظامی آمریکا و کسانی کارمند وزارت دفاع آمریکا در آن کشور هستند مرتکب جرم بشوند، مطابق به قوانین آمریکا یا در داخل همان کشور و یا در داخل ایالات متحده محاکمه میشوند. قبول دارین؟ خب نداریم، ما قرارداد نمیکنیم. علیکم با کلاهی محترم، کار به دست شما میآید روزی اگر حکومت امضا کرد. قبول کردین؟ خب نکردین، قرارداد نیست. اسپنتا همچنان میگوید ایالات متحده آمریکا در این قرارداد تنها یک پایگاه نظامی در بکرام تقاضا کرده است. به گفته وی، آمریکا در 9 محل دیگر پایگاه مشترک با افغانستان ایجاد خواهد کرد و سربازان آمریکایی از 3 میدان هوایی حق استفاده را خواهند داشت. مشاور شورای امنیت ملی افزود در صورت امضای این قرارداد بین 10 تا 16,000 نیروی خارجی در افغانستان باقی خواهند ماند. ایالات متحده آمریکا به جز از بکرام در هیچ جای افغانستان از ما پایگاه مستقل برای آمریکا نخواسته است. فقط در 9 ولایت و یا حوزه ما آنها تقاضا کردند که افرادشان را به خاطر تعلیم و تربیت و تجهیز اردوی افغانستان در کنار نیروهای افغانستان یا در یک گوشی از تأسیسات نظامی افغانستان به اجازه و همکاری افغانستان مستقر بسازند. در جاهایی که امریکایی ها رفت آمد میکنن و در جاهای دیگر حق ندارن رفت آمد بکنن، میدان هوایی بکرام، کابل، قندهار، شیندن، میدان هوایی هرات. مشاور شورای امنیت ملی کشور تاکید میکند که بدون امضای این قرارداد افغانستان یک کشور منزوی در سطح جهان خواهد بود. در همین حال شماری از اعضای مجلس به این باورند که امضای قرارداد امنیتی با آمریکا به معنای انداختن حلقه غلامی به گوش 3 میلیون شهروند افغانستان خواهد بود.
اینکه توافق نامه امنیتی یک ضرورت برای افغانستان است یا یک مجبوریت، در برنامه امشب آخر خط با حضور آقایان حاجی احمد فرید عضو پیشین مجلس نمایندگان و انجینیر منور شاه بهادری عضو فعلی مجلس نمایندگان به بحث میگیره. مهمانان گرامی سلام، بسیار خوش آمدین. آقای بهادری، میخوایم بحث با شما آغاز کنیم. اصلا آیا نیازی به توافق نامه امنیتی و امضای توافق نامه هست؟ توافق نامه ای که گفته میشه 95 تا 98% موادش مورد توافق دو طرف قرار داره. بسم الله الرحمن الرحیم. از همه اولتر سلام داریم خدمت دوستان حاضر در استودیو و بیننده های محترم تلویزیون نور. بحثی ضرورت پیمان امنیتی به ایالات متحده آمریکا بحثی بود که امروز خودم در مجلس یک سوالی بود که از آقای اسپنتاه طرح کردم که اولا شما پیش از اینکه بیایم مفاد قرارداد برای ما واضح بکنین که چه مفاد یا چه موادی در قرارداد ذکر شده، اولا ضرورت برای ما بگیم چه ضرورتی است. خب متاسفانه که در بار اول که گفتایش یا به اصطلاح همون مائده یا قرارداد در تشریح میکردن نبود، در آخر دوباره به این پاسخ جواب دادند اونا که ضرورت فعلی کشور ما ایست که ما باید با این قرارداد با ایالات متحده آمریکا بر بعد مسائل سیاسی، نظامی، اقتصادی حتما باید داشته باشیم. چون بعد سیاسی ایست که و بعد نظامی چیز همه را تک تک توضیحاتی دادند که وکلای محترم همه شنیدند. اما بحث اینجا است که ما اگر بیایم درست به موضوع با عمق موضوع نگاه بکنیم که آیا ضرورت فعلی افغانستان در شرایط کنونی به چنین قراردادی هست یا خیر. خب طبعا آمریکا نه خوشدار ما هست، نه برادر ما است، نه او دستی که دوستی دراز می کند. او دست دوستی به معنای خاص خود دارد، یعنی بدین مفهوم که اونها دنبال منافع خود در منطقه هستند. بر اساس منافع های تعریف شده اینها مجبور هستند که اینها حضور دراز مدت خود در کشورها یا در منطقه‌ای که اینها از نظر استراتژیک برای اینها عایز اهمیت است با کشورها در تفاهم بشن. اما بحث اینجا است که ما اگر بیایم دیدگاه خود مطرح بکنیم، ما دیدگاه های مثبتی هم داریم، دیدگاه های منفی هم داریم درباره قرارداد. دیدگاه مثبتی است که اگر زمانی برسد که در افغانستان وضعیت به خودش به خود مردم افغانستان متکی بشه، آیا کشور یا حکومت فعلی توان اداره کردن این کشور از بعد مسائل نظامی، تجهیزات نظامی، از بعد مسائل اقتصادی آیا میتواند یا نه؟ از آن جایی که خارجی امکان داره؟ ببینیم. حالا میخوایم امیره، خب دیدگاه رو من اول شرح بدم، باز بعد مفصل میریم روی اصل مطلب. وقتی اگر بحث بر این است که بعد از اگر آمریکایی در افغانستان نباشد، حکومت افغانستان در طول 10 سال نتانسته برای رشد زیربنای اقتصادی خود به خاطری که از وابستگی به خارجی ها ما حداقل جدا بشیم کارهای مثبتی انجام نداده. اینمی ندادن انجام ندادن کارهای مثبت باعث از این شده که یک تعداد سیاسون ما، مردم افغانستان، سردرگم بشن. سردرگم بدین معنا که اینا هیچ کدام نمیتونن تصمیم بگیرن که آیا این قرارداد به مفاد ماست یا به ضرر ماست. و از اون جایی که اگر بیایم بحث نماینده ها رو مطرح بکنیم، نماینده های کشور پولیسی جرگه افغانستان هم دارای دو دیدگاه متفاوت در این قضیه هستند. یکی بعد از خروجش که آیا چه حالت در افغانستان پیش خواهد آمد، چه تضمینی وجود دارد، چه ذخایر ارزی داریم که ما میتونیم در آینده برای ثبات کشور، برای ثبات اقتصادی، برای ثبات نظامی و حتی برای تأمین نیروهای خارجی، نیروهای امنیتی خود چقدر داریم. متأسفانه که باز ذخایر ارزی که ما به حالت استقرار مصرف میشه بیش از 7 میلیارد دلار داریم که 7 میلیارد دلار ما هیچ چیزی پولی جوابگو نیست، به در صورتی که سالانه بیش از 4.1 میلیارد باز هم از کمک‌های جامعه جهانی یا خارجی ها به افغانستان برای سکتور امنیتی ما، برای تأمین مواد سوختی، تأمین آشه یا باته، مسائل دیگی که لوجستیکی که لازم دارد برای اونا پرداخت میشه. و اگر ما بیایم ذخایر ارزی خود با تناسب با مصرف خود حساب بکنیم، ما در کشور یک اقتصاد قوی نداریم. اقتصادی است که بار از روز اول خارجی ها وابسته به خود کردن. وقتی وابسته به خود هستیم مجبور هستیم گاهی مواقع خارجی ها پیشنهاد خود بده برای ما که اینمی چیز است. این حالی تمام ملت و خصوصا مردم نماینده های ملت به سر دورایی ماندند که آیا توافق به نفع است یا به ضرر. ضررش هم میفهمیم، چون افغانستان کشوری
مستقل است از کشوری که بوده. در طول تاریخ اگر ما بیان ببینیم که با اجنبی جنگیده، همیشه روحیه بیگانه ستیزی در مردم افغانستان وجود دارد. اما بر اساس مجبوریت های فیدی که احساس میشد کشور به بود مسائل دیگه به فنا نرند، از بود مسائل اقتصادی، از بود مسائل نظامی، از بود مسائل سیاسی، اینها مجبور است حکومت افغانستان چنین توافقی بکنند. از آن جایی که بحث برای حکومت افغانستان است، ببینیم هر کشوری که وقتی پیشنهاد میده راجع به یک توافق نامه یا پیمان استراتژیک، تمام حکومتی که میپذیرد حتما احساس زیر میکند. امروز هم دیدیم که آقای اسپنتو به صراحت اعلان کرد که یک ضرورت است برای ما، برای افغانستان مفید است. خب ما نمیتونیم دیدگاه او را هم دیدگاه نادرست اعلان بکنیم و کسایی که مخالف از این قضیه هم هست او دیدگاه اونا را هم مخالف حساب بکنیم. از آن جایی که حقیقت یابی بکنیم که آیا واقعا این پیمان تا چه حدی به نفع ماست، و اگر نه ما بیایم این را هم بررسی بکنیم که امروز حضور خارجی ها در افغانستان بر اساس حکم شورای امنیت ملل متحد، اینا به افغانستان برای مبارزه علیه تروریسم حاضر شدند. پیش از اینا که بیان حکمی از سازمان ملل نبود، خود اینا وارد افغانستان شدند. حال ما در دستان خالی، نمیتونیم خارجی رو بکشیم. میبینیم که جنگ ها عروض در افغانستان تشدید میآید. متاسفانه که در این جنگ ها مردم افغانستان قربانی شدند. متاسفانه که نیروهای خارجی در پادگاه ها یا پادگان هایی که دارن، در قطعاتی که دارن، در جای محفوظی که دارن، اونا هستند و مردم افغانستان قربانی چنین عملات و به اصطلاح مسائل جنگی و مسائل داخلی که ما هر روز بروز به او با جنگ پیش میریم، هر روز بروز روی ما تأثیرات منفی خود گذاشته، میبینید که مردم افغانستان قربانی میشه. اما چه باید کرد در شرایط کنونی؟ به بحث میپردازیم این مسائل آقای بهادری. آقای فرید، شما چه فکر میکنیم با در نظر داشته نیازهایی که به لحاظ اقتصادی افغانستان داره، به کمک های جهانی و همچنین با توجه به عملکرد 10-12 ساله ایالات متحده آمریکا و سایر اعضای جامعه جهانی در افغانستان، آیا واقعا نیازی به امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن احساس میشه؟ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هر څنولان دي د نور تلویزیون درنو محترم کارکونکو او د دغې لارې د افغانستان مسلمان مجاهد ولسخوین دورونو تخپلینی کې هلي او درانه سلامونه تقدیمو. زه به داسې مختصر څو جملو ته عرض وکړم. اوله خبره دا ده چې د افغانستان جامعه چې ده په سلو کې 99 مسلمانه جامعه ده. زه د افغانستان ولس ته دا خبره راجع کوم، هر هغه څه چې خدای او د خدای پیغمبر حرام ګرځولي، څنګه دی یو څوک کولی شي هغه موږ ته حلال وګرځي او په موږ یې تحمیل کړي؟ دا کوم قوت و قدرت دی؟ په طور د مثال د خنزیر غوښه الله حرام ګرځولې ده، تاسې خلقو ته وایي چې ویخوري، دې کې فایده ده؟ د کفارو موجودیت د اسلام په خاوره کې خدای او پیغمبر حرام ګرځولی دی. هر ملا چې وایي حلال دی، را دي شي ما سره دې په میز کې. اول خو زه دا پوښتنه کوم چې تاسې څنګه یو حرام شي ته حلال وایي؟ دا کفر دی. را شي ما سره کېنی، خدای او پیغمبر د دغې خلقو په اډو او په حضور باندې دلته راضي دی؟ یو دلیل دې ضعیفه ماته یو څوک راوړي، یا په حدیث یا په قرآن یا په فقه کې. اوله خبره خو دا ده، چون موږ یو مسلمانه جامعه یو، یو تعداد خلق چې دي چې هغه د اسلام نه اصلا خبر نه دي، دا عمل کې د خپلو شخصي ګټو دپاره زر زر ځای خرڅ کړی، د اسلام د تباهۍ دپاره د هر لارې او خدعې نه کار اخیستی، هغه خلق حساب نه دي. اما راشي د اسلام په دیدګاه کې دا خبره وکړو. یو دومه خبره راځو په حقوقي لحاظ. جناب محترم وکیل صاحب دلته تشریف لري، د شورا غړی دی، د ولس نماینده دی. ته دې نه پوښتنه وکړه چې تر اوسه پورې د دغې متن اصلي محتویات ستا په اختیار کې دي، تا لیدلي دي؟ که لیدلي مو ویښي مونږ ته. نن چې د سپانتا کومې خبرې کوي، دغه څه چې دی وایي دا ټول دروغ وایي. دی دې زما غږ واوري او زه چلنج ورکوم چې ته دروغ وایي. هغه سند چې پرون ما د کابل په زړه کې د زرګونو زرګونو خلکو په مخ راښکاره که، او اوس ما سره متن پروت دی. سپانتا صاحب مهرباني وکړه که نه، د دې بوتلان ته ثابت کړه چې دا سند غلط دی. امروز یک
سندی که ارائه کردم ما وقت غونی سه خبری تو تا زاغ څه کوم چې دا سند بلند کی دا سند چې ما را ایستلای دی او خپل د وزارت خارجه د مربوطاتونه د سفیر په امضا ده تاسو لطفاً دا خو په پښتنو کې یو څوک بچا باندې سي رانه دروغ نشي تړل چې جالي امضا او کې جالي سند جوړ کی دغه سند جواب دی وای دا دروغ دی کړی یو خبر دوم خبر دا چې خاغل اسپانتا په خپل خبرو کې وای چې مونږه دوی باندې محدودیت لګولای دی نشي کولای د افغانستان د حکومت د ارادي پرته یا عملیات تر سره کی او یا د چاکور تلاړ شي صحیح راځي تاسو ماته نو ګوري دا ستا خپل نماینده لیکلی دی دا ستا خپل نماینده ته وری دامت نو ګوره صاحب ستا نماینده څه لیکلی اجازه برا کی زبر درته ول مت فارسی ده دی څو خبرې کوي دوی وای چې مونږ سره کومک کوي یو زمونږ اردو قوي کوي دوا عملیات خپل سری بندی درې د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام لري څلور او دې ته ورته نور موارد ګوري هغې اوله جمله دا لیکلې ده امریکا با امضای این سند حاضر به دادن هیچ گونه تعهد الزامی و یا تضمین امنیتی به افغانستان نمی باشد ته دې ته ووایه دا ما در پسې لیکلې که تا خپل اعتراف کړه ته څنګه دا خبره کوې چې امنیت دوم ایالات متحده امریکا در تلاش است تا نیروهای آن کشور به اساس محتویات این سند از آزادی عمل پوهیږي چې څه وایي دغه خپل سري عملیات قابل ملاحظه و بدون محدودیت بعد از سال 2014 در افغانستان برخوردار باشن شاید آزادی عمل در مقابله با تروریستان منظورشان باشه ببین واوره تو تعریفی و که دخو هر سالی دخپل زن تریب رازه روست مواد بدرتو هم چار قسمی که طرف امریکایی زن می دارد موافقت نامه همکاری امنیتی و دفاعی بین دو کشور فعالیت های مرکزی استخباراتی امریکا سیایی و تیارت بسرنشین آنها شامل نمی شود استخبارات وظیفه چې د خلکو نیول دي شخصي زندانونه دي کور تلاشي کول دي خلق ربړول دي خلق تړل دي د خلکو هغه څه چې قانون منع کړي لکه څنګه چې په انګلستان او په جرمني او په اروپایي هیوادو کې د خلکو آوازونه ثبت کړل بي پیلوټه تیاری په چا بمبار کوي د چا کور ورانوي په کوم واده بیا بمباري کوي د روزګان او د ننګرهار نه راونیسه تر کندوزه پورې دا بمباري د چا په واسطه وشولې دا دې بله خبره راشی چې اصلي قضیه ته راشو شپږمه ماده کې وایي چون این سند در حقیقت سند الزامی قوه اجرایی اگزیکتیو بایندنگ است جانب امریکا از پذیرفتن هر گونه تعهد الزامی با که الزامی باشد و تحقق آن مستلزم تایید کانگریس امریکا باشد اجتناب میکند زده پوښتنه کوم چې وقت تحقق د دغه قضیه مستلزم د تایید د کانگریس د امریکایی دغه څلور اشاریه یو میلیارد ډالر دی ته تا د کانګرس د خوښې پرته درکوی شي وخت چې دی وایي زه هغه څه نه غواړم چې کانګرس ته لاړ شي ته د کوم ځای توقع کوي چې تا ته کومک درکړي واورئ بل متن دا د سپانتا صاحب خبرې دي هغې هغه وکړي ما دا وکړي راځئ په دوه میز به زه دی سره خپله مخ په مخ کینو ولس دې قضاوت کړي ما سره دې کینی را دې وړي دې سند اول بوتلان دې ثابت کړي د افغانستان د ملت په مخ کې اتم ایالات متحده به هیچ صورت اعمال محدودیت و مشروط سازی فعالیت های نیروهای نظامی و استخباراتی خیش را بعد از سال 2014 در افغانستان نمی پذیرد تو وای چه ما محدودیت لگوله اگه ویزی نمانم قضیه دی بلا راشد در تویوه یو جمله چه سپانتا وایی چه منگ سر مشترک عملیات کی اگه پا دقی لسم آماده کده ایالات متحده ام امریکا حاضر است تا در برابر نگه داشتن آزادی عمل نیروهای نظامی آن کشور تعهدات روشنتری در باره اولویت‌های استراتژیک افغانستان مانند برخورد مشترک در برابر تجاوز خارجی همکاری و برخورد مشترک در برابر تهدیدات داخلی افغانستان را در متن موافقتنامه همکاری های امنیتی و دفاعی بگنجاند تا خواهی چه بیرون تهدید شو اندرونی تهدید تا چه دا اندرونی تهدید پا دی متا چه تابی روی چه پا افغانستان که وقت امن را غیه ده دوی پا قول نخو بیا خو طالب هم خلاش و بلم خلاش و امن شو کنه اندرونی تهدید باندې پویږي څه ته وایي دا د افغانستان ولس واوري زی ورته تشریح کوم اندرونی تهدید لکه د مصر د مورسی حکومت چې اوس یې نن راخیستی دی وایي دا تهدید و چې هغه یې واخیستی او منتخب حکومت یې ګډوډ هر هغه حکومت چې په افغانستان کې د امریکایانو د خوښې پرته راشي دا داخلي تهدید ګڼل کیږي په دې د افغانستان ملت پوه شي چې نور د اسلام ټغر په دې ملک کې ټول دی او هغه جمله چې دوی وایي چې څلور میلیارده اشاریه سل میلیونه ډالر موږ ته راکوي
هغه دې موږ ور راشه. ایالات متحده امریکا نمی تواند تعهد مشخص مالی را برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان شامل این موافقت نامه بسازد. ته کوم ځای نه تا ته درکي څه شی ته غواړي کوم تعهد که دغه سند جالي راشه اول د دې بوتلان را وباسي موږ دلته موجود یو موږ محاکمه کوي. اصولا خدا دې ګوره حقوقي بحث چې وکړو په حقوقي بحث کې په کار دا وه چې جناب دا سند اول دې خلکو ته راغلی وای چې دا د ولس نمایندګان دي دوی ته یې په مخکې کې وای تاسو پرې بحث وکړئ. د دوی وظیفه دا وه چې خپلو موکلینو ته تللي وای چې دغسې قضیه راغلې ده افغانستان ورته ضرورت لري. ګورئ زه دا یو شی درته وایم دوی اول اودس کوي اول هغه ماتوي اودس ماتوي بیا مونځ کوي اول اودس کوي بیا تشناب ته ځي. دا هغه قضیه ده زوی متابه اول دی خلکو ته دا سند په لاس ورکړی چې دوی د خپل موکل سره ناست وی دا تا سره ناست وی ما سره موږ یې موکلین یو موږ به مشوره دی خلکو ته ورکړو چې لاړ شي تصمیم ونیسئ. تا ولس راغوښتی دی تر اوسه وکیل صاحب ته سند لري په لاس خبردار یې چې دي لطفا موږ سند یې کې بدستي تو دا د برې ما بچي دا 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 د شورای امنیت رئیس دلته راغلی دی اوتې بوتې خلکو ته وایي چې ایتورمیشاګانه ایبرم دغه لس کلو کې چې تا دا خلک یې نه ولیده ستا میلمانه تا دې ولس ته څه ارمغان په لاس راوړی تا ته چې 2000 میلیارد ډالر هم درکړي د امریکا حضور به په افغانستان کې فقط د یو فاسد نظام استمراري دي لس کلو کې تا څه کړي ته خپله امریکایانو وایي چې دا فاسد نظام دی غل دی او بیا یې حمایت کوي ته په دې ولس باندې ملنډې نه وهې ته په دې خلکو ریشخند نه وهې. بیا درته دا وایم چې تا خو ابله ورځ یوه جرګه دلته جوړه کړې وه او دا خلک دې ټول راوغوښتل هلته هم تا وویلې چې د چا کور ته به نه ځي او بمباري به نه کوي. په دې کونړ کې چې دا واړه معصوم معصوم ماشومان مړه کړل خو جناب غیرت به دې په دې خپل ولس کړی و که نه ولې پوښتنه نه شي کولی. دا یوه خبره ده که امریکایانو دا سند ترلاسه که په دې ملک کې به نور د دوی مخه داسې خلاصوي چې لکه د بسکسۍ آس چې په هره خوا یې ځغلی یو هر څوک وژني نور د پوښتنې سړی ځکه تا ورته امضا کړې ده ته خپله وثیقه د اعدام خپله لیکې و امضا کوي ورته ورکوي. عرض درته آخره جمله کې دا کوم زه وایم چې دوی وایي امریکایان به وځي موږ به منځوي شو دا خوشی خبره ده زه چیلنج ورکوم تاسو ادارت کې که دا د امریکا وزیر خارجه لوڅې پښې افغانستان ته په منډو رانغی چې راځئ ځکه د هغوی خپلې ګټې په نورو ځایو کې دي دا نه پرېږدي. خو زه دا وایم چې د افغانستان قضیه که غواړي چې دلته رښتیا سره امریکایان وفادار دي خبرې دي چې دلته امن راشي اقتصاد قوي شي صحیح سیستم جوړ شي خلق د دې جنجالونو نه خلاص شي خو دا ډېره آسانه طریقه ده راځئ د ملکي صلح او امنیت راولي دا خپل پخپله کېږي ولې نه پرېږدي خلکو سولې ته ولې نه غواړي امنیت راشي. تا پرون د کونړ په تهدید کې کومه دفاع وکړله تا دا مورچې خپله مقابل طرف ته پرېنښودلې ته د څه شي دفاع کوې. بل درته وایي سپانتا وایي چې د افغانستان امریکایان په 122 هېوادو کې غواړي چې ورته عمل ورسره وشي که کوم جرم وشو هغه یا په داخل دا مغبیس کې یا د امریکا کې په هر ځای کې چې د امریکا په قانون باندې دی محاکمه کې. سپانتا صاحب د امریکا په قانون کې زناب فعل جرم ګڼل کېږي ته ورته جواز ورکوې که افغانه ښځه په خپله خوښه ځي زنا کوي یا وړه د زنا دلته جوړوي ته دا روا ګڼې د اسلام په خبره ته په دې جرم ګڼې څوک به بیا لاړ شي په امریکا کې به کینی خو چې کېناست هغه په زنګاوټ کې چې خلک مړه کړل هغه تا چېرته محاکمه که بزار دې وزړو چې بیا د یو چا په ناموس باندې تیری وشي. پرون ما سره د واشنگټن پوس یو امریکایي ناستو بحث یې کوو ما ته یې ولې دونه بدې راځي ما ورته ویلي کوم جنا چې تاسې کړي دا انسانیت ایجابوي انسانیت دا کار ایجابوي تاسې نه دي کړي وایي موږ په 122 هېوادو کې اډې لرو مال په 122 اډو کې تاسې داسې جنایت کړي لکه دې ته په افغانستان ته چې دي په افغانستان کې چې هم کړي دې ته ورته جنایت خپله د امریکایي ما ته وایي ورځ ما به غږ اوري ما ته وایي چې جنایات خو یې په ټولو ځایو کې کړي دي خو داسې نه دي کړي لکه افغانستان. ما ورته ویلي څه رقم جنایت یې کړي دی ما ته یې په جنوبي کوریا کې د خلکو په جنسي تیری کړی په ښځو ما ورته مخ راوړ او ما ورته ویلي چې ته یو امریکایی ته په خپله ښځه باندې جنسي تیری جواز او لازم ګڼې روا یې ګڼې وایي نه نو ما دې دا قوال او سند تا ته چا درکړی چې ته د کوریایي په ښځه باندې تیری کوې یا د افغان یا د بل ته څوک یې ته ما ته دې ځواب راکړه دغه جرګې والا خلکو ته وایي تاسو به دا سند امضا کړئ موږ یې پروا نه لرو په دې چې دا د سند نه لس کاله مخکې راغلي دي خو درته یو شی وایم من حیث د یو مسلمان زه ګوره نه کاندید یم نه چوکۍ غواړم نه مقام غواړم نه مې د نور خدای په داسې حال راولي لکه دا دی چې پکېږي
یو خبر درته کوم من هیڅ د مسلمان د افغانستان په عالم او په ملا او په سیاستدان او په دهقان او په دکاندار او په هر څوک چې ده دا ور باندې غاړه خلاصوم چې ګوري دا شی حرام ده دا ناروا ده زه تاسو ته د پیغمبر یو حدیث وایم د ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده په بخاری کې ده 299 نمبر حدیث ده چې دا کې راغلی دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي چې نن پان شنبه ده بیا آه کی او ډیر زیات وجاړي یو صحابي پښتنه کوي وایي د پان شنبه په ورځ د پیغمبر مرض کې زیادت پیدا شو او رسول الله صحابه ته ویل چې ما ته قلم او کاغذ راوړي چې تاسو ته څه ولیکم که تاسو دا شی واورید هیڅکله به ګمراه نه شئ نو هغه وایي چې بیا پکې اختلاف راغی رسول الله درې وصیت کړي دي اول وصیت یې دا دی چې زما د مرګ نه پس به جزیرة العرب د یهودو نسواراو د وجود نه پاکوي نه به پرېږدي او دوم وصیت یې دا و چې تاسو د قاصدانو سره هغه نیک سلوک وکړئ هغه څه ورکوئ کوم چې ما ورکول راوي وایي درېم هغه مې د یاده ووته درېم وصیت قرآن وګورئ قرآن وایي دوی سره دوستي مه کوئ زه دې خلکو ته حیران یم چې تاسې د قرآن او د حدیث په مقابل کې د خدای نه ځان زورور او برګڼئ په خلکو دا خبرې تحمیلوئ ډېره مننه سپاس بینندگان گرامی پس از این وقفه کوتاه باز میگردیم به ادامه برنامه خوش آمدید آقای بهادری آقای فرید یک سند ارائه کردن و یک سری تعهداتی که و درخواستهایی که افغانستان و ایالات متحده آمریکا از همدیگر داشتن در او سند خواندن امروز آقای اسپنتام این سند کاملا جعلی خواندن به لحاظ حقوقی چه سندی میتونه دارای اعتبار و وجهه باشه تشکر ببینیم سندهایی که امروز روی از او بحث شد در شورا البته ما هم جریان این سند بودیم و از آقای اسپنتام چنین سوالی کردیم که چنین سندی وجود داره اینها گفتند که اولا که مذاکرات نهایی نبوده یک دوم این کاملا این سند جعلی عنوان کردن بدین معنا که انوزم چون رهبری فعلی مذاکرات قرارداد امنیتی با آمریکا را خود شخص اسپنتام به عهده دارد میگه هر قراردادی که به امضای ما باشه یا ما تعهد کرده باشم کدام چیز نوشته باشم نیست منتها هر قرارداد دیگه‌ای که به هر معتبر باشد از نظر ما قابل قبول نیست و جعلی است و پیشنهاد کردند که ما سند اصلی را که توافقات ما با آمریکا شده که 99.9% هم در بر میگیره روز چهارشنبه به مجلس شورای ملی تقدیم میکنه که شما ببینیم مطابقت حتما سند جعلی را هم در دست خواهد داشتین ببینیم مسائل رو با هم سر بدیم و توافق ببینیم اگر همون بود سند محتویات سند همون بود شاید سندهای وجود داشته باشد اما بود مسائل حقوقی اگر ما بیایم بحث کنیم شاید بسیار موضوعاتی باشد که در این سند شاید یک تعداد افراد و اشخاص از آدرس افغانستان استفاده بکنه چنانچه امروز بحث آقای اسپنتام هم به خاطر که یکی در چنین سندها یا در چنین قراردادها بحث‌های کارهایی غیر اخلاقی کارهای غیر قانونی او را متهم به خائن ملی کرد گفت ما خائن ملی او را اسمش نگرفت منتها برای دلایلی که او داشت پیش خود منتها به عنوان خائن ملی خواند و برای احسان عمومی جامعه افغانستان گفت خدشه‌دار می‌سازد آقای فریدانی سندی که شما در اختیار دارین امضای آقای اسپنتا را داره گوری صاحبان اسپنتا په دې قضیه کې ګوره د افغانستان نماینده رسمي د رئیس جمهور نماینده په سفارت کې ناست هغه لیکي چې مونږ د اتشپیت ساعته بحث نه وروسته دې نتیجې ته ورسیدلو چې په دې سند کې مونږ نسبي توافق هم پیدا نه کړ نسبي توازن هغه د دغې متن گزارش رئیس جمهور ته ورکړی دی مونږ هم وایو چې دا خپله خو سند نه دی د دې هغه څو مواد یې ذکر کړي دي چې ګوره امریکا دا نه مني دا نه مني دا نه مني دا نه مني زه یوه خبره تاسو ته کوم مخکې جناب وکیل صاحب وویل چې زمونږ اردو ضرورت لري نیازمندي لري او دا که ووځي نو بیا طبیعي خبره ده چې زمونږ خپل ذخایر ارضي ذخایر دا نه تکمیلي اول خو زه دا وایم چې راځئ د خپلو ارضي ذخایرو نه ځان خبر کړئ زمونږ یوازې د آجیګک د اوسپنې کان او د مس عینک د لوګر کان د امریکایانو په قولو ګزارش باندې دا د څو ټریلیونو نه بره سرمایه پکې پرته ده
او دا د چینایانو سره قرارداد شوی نه د امریکایانو سره. تاسو په 4 میلیارد ډالر ولې دا ټول وطن ورکوي؟ د خپل ذخایرو نه قرارداد وکړي کنه؟ یو ملک ته ورکی چې وي بس ستاسو دوه ما خبره دا کوم ګورې زه یو مثال هم د افغانستان ولست. تاسو وګورئ چې یو سړی بیرون بازار نه څوک په مزدوري باندې راولي مست، هغه به د امغه څوک چې مزد ورکوي د هغې حکم به مني. یو لاروي سړی حکم خو نشي منلی، که یو منه خو طبیعي خبره ده چې هغه اصلي څوک چې مزد ورکوي ورباندې قطبه کړي. زه تا ته دا وایم چې ته دا اردو څنګه د امریکا په اختیار دومره ورکوې؟ سبا دا اردو د امریکا د خوښې پرته چې یو قدم اوچت کړه، یو قدم دغه خپله دوه ورځې ډوډۍ چې پیو درولما شوې پرېده، ولکه یا اردو ګوري، یا عسکر وګوري، یا بوټو ګوري، یا جامپر پوله کې، خو څوک دلته کار نه کوي. تاسې ولې دا خپله اردو خود کې پاکوئ نه؟ ولې په هغه چې په اساسي قانون کې ده چې د مکلفیت دوره ده، په دې لس کلو کې به هم زمینه ورته برابره کړې وای؟ زه دا شی وایم، ګورئ زه درته عرض کوم، آخري جمله دا درته وایم چې سپانتا وایي دا غلابي او جعلي دی. زه ورته یم راځه، زه ته به دواړه په یو میز کینو دلته، ته غلابي ثابت کړه، زه به زندان ته لاړ شم، ته دې خپله فیصله وکړه. تا هغه اصلي سند ولې دې خلکو ته نه ورکوې په لاس؟ تا اصلي سند ګوره، ته په چهارشنبې په ورځ ورکوې چې په یو ورځ باندې په سرو شنه کار تیر کړي چې څوک دې ته زمینه برابره نه شي چې څوک پې باس. بله خبره دا کوم چې تاسې هغه مخکینی ستراتیژیک سند کله دې جرګې ته په لاس ورکړه، په قتل تم خلک راوړو، داسې کوو داسې کوو داسې کوو، دوه شپې ته مواد هم کې کېښول، نور نه چا سندونه، خلک چا ځي ودل، تاسې پاس د شپې په یوه بجه دې امضا وکړل. ببینیم بحث سند ما یک طرف قضیه قرار میدیم که او بحث سند با هر کس دیدگاه خود داره، نظریات خود داره. ما اگر از بود مسائل حقوقی بگیم، ما امروز شورای ملی را خواستم که چنین پیمان امنیتی میخواهد در افغانستان به امضا برسه، محتویات این پیمان را برای ما بگیم که چی است. ما خواستیم امروز آقای اسپنتا در اولیسی جرگا حاضر شد، موضوعاتی که لازم بود ارائه کرد. اما بود مسائل ای که اگر بحث جرگه مشورتی رو داریم، جرگه مشورتی یک بحث، اما در اصل صلاحیت اصلی تایید یا رد پیمان، قرارداد و تمام توافقنامه هایی که با کشورها روی هر مسائل استراتژیک یا امنیتی یا اقتصادی یا مسائل دیگه میشد، اینا تایید اولیسی جرگه رو به کار داره، تایید شورای ملی رو به کار داره. از اون جایی که بعد از این جرگه ما یک مسائل بحثی بود که مطرح کردیم که اگر در اوج مطرح بشد، مردم رأی ندن، بگن که توافقنامه به ضرر ماست، او وقت شما به شورای ملی بیارین، آیا شما این تقابل میان شورای ملی و مردم نیست یا برعکس از او؟ خب ببینیم بعد اگر ما بیایم بحث تعهدنامه، تعهد امنیتی، هیچ کشور تعهد نمیده که افغانستان یا آمریکا افغانستان آرام بگیره. چنین توافقنامه ها یک ابزار برای رسیدن صلح هست. ما نمیتونیم بگیم که توافقنامه امضا بشه که فردا قطع جنگ در افغانستان بشه. ببینیم اینا یک احتمالات است. آدم وقتی از یک مسیر حرکت میکند نیاز به موتر دارد، باید به موتر سوار شود که اون مسیر را طی بکند یا یک وسیله نقلیه دیگر داشته باشد. همین هم به عنوان یک وسیله حرکت است، یک وسیله است به نام به عنوان رسیدن به هدف. اینها تعریفی از چنین چیز است. اما بیایم بحثی اگر بود مسائل دینی رو مطرح بکنیم که آیا کفار در خاک افغانستان، در خاک مسلمین جایی ندارد، ما به یک چیز دیگه هم بر میخوریم که ما سفارتهای دیگه کشورهای کفر رو هم در افغانستان داریم. پس باید با جامعه جهانی ببندیم، با جهان ارتباطات خود قطع کنیم بر مبنای مثلا اسلام. بیایم ما سیاست با اسلام مختلط یک جا نکنیم، او رو جدا بیاییم بررسی بکنیم. سیاست به خاطر رسیدن به اهداف و منافع کشورها میان خود قراردادهای امضا میکند. این سیاست با او اگر خلق کردیم که تعریف در اسلام هست که شما با هیچ کفری مثلا چی نکنیم. اما وقتی که بحث کفر مطرح میشه، ما در پلیس سفارت داریم، سفارت هم از کفر است. این سفارت ها از امروز نیست. اگر بیاییم بحث ای رو هم بکنیم که ما کشوری به نام عربستان سعودی داریم که اسلام سرچشمه از اوج گرفته و که همه چیز با قبله مسلمین است، ولی میشه سیاست از دین جدا کرد؟ این حال در بعضی مسائل باید از دین جدا کرد، به خاطر از این از دین جدا کرد که منافعی کشور چی حکم میکند. ببینیم یک نظر است، ما نمیخوایم بیایم اینو در پیمان بگنجانیم. بحثی است که اگر با کفر میخوایم چنین مایدی داشته باشیم، تمام حرکات ما اشتباه است. ما امروز لباسی که می پوشیم از کفر است، از مملکت کفر میاد.
بودی که میپوشیم از کشور کفر میاد. اگر اینها رو هم به عنوان عیر حساب بکنیم، پس ما باید هیچ چیز، همه چیز خودکفا باشیم، همه چیز خود ما داشته باشیم. و امروز عصر ارتباطات از جهان امروز فرق میکنه با جهان قدیم، با 200 سال 300 سال 500 سال قبل. اما امروز ضرورت های جهانی است که باید با کشورها امانگ و ارتباط داشته باشیم. من زیاد روی مسائل دینی زیاد نمیپیچم، به عنوان یک اشارت بود که من این بحث کردم. از آن جایی که بس امروز منافع کشور چه حکم میکند، ما بیایم بر اساس منافع کشور، بر اساس ثبات کشور، بر اساس این که آیا این رای بیرون رفت از قضایای امروزی افغانستان این سند هست یا نه، و مفاد قرارداد، مفاد قرارداد ما همیشه در هر قراردادی ما همیار پیمان قراردادهای امنیتی با بسیار کشورها داریم، پیمانهای استراتژی بسیار کشورها، پیمانهای اقتصادی داریم که هر روز ما در اولیسی جرگه به عناوین مختلف پیمانهای میان کشورهای ناروی و لند، ما همین هفته گذشته یک پیمان به چی داشتیم، یک قرارداد روابط همکاری میان کشورها داشتیم که با ناروی، کشور شاهی ناروی داشتیم. خب این هم کفر است. اگر ما بیایم همه رو بحث مثل اسلامیت مطرح بکنیم، ارتباطات ما با کفر هست، چاره جز در این جهان امروزی نداره. اجازه بدید خب من میخوام اجازه بدید که ما گپای ما تمام بشه دیگه، اگر اجازه نمیدین خب باز بعضی جداست من چوب میشینم و بس. من نمیخوام از بود مسائل دینی رو بسیار بیایم از بود مثلا آیات حدیث ما بحث بکنم. یک دیدگاه بود که ما در کل گفتم. اما ضرورت امروزی افغانستان چه چیزی رو ایجاب میکنه؟ آیا این مفاد قراردادی که روز چهارشنبه به دست ما میاد، ما امروز برای این قرارداد هیچ چیز، ما یک شنونده بیش نبودیم، هیچ تصمیمی نگرفتیم، ما تا اصل سند اصلی به دست ما نیاد روی از او فکر نکنیم، بحث نکنیم، منافعهای کشور خوده چی از بود مسائل دینی، چی از بود مسائل اخلاقی، چی از بود مسائل اقتصادی، چی از بود مسائل نظامی، همه رو باید بررسی بکنیم. وقتی به یک نتیجه رسیدیم، او وقت است که در شورای ملی وکلای مردم افغانستان تصمیم خواهد کرد، تصمیم خواهد گرفت، یا تایید خواهد کرد یا رد خواهد کرد. چنانچه آقای اسپنتا گفت که این صلاحیت شماست، میتونیم قرارداد نکنیم. این حال ما هنوز این بحث با نیست که قرارداد میشه، فکر کنیم نمیشه. به خاطر چی که هنوز روی یک کاغذ است، هنوز به شکل رسمیت نیامده. درست است که رئیس جمهور طبق قانون حق دارد که در موارد بسیار کلان ملی مشورت های انجام بده، با وجودی که ما لوی جرگه را خلاف قانون اساسی تعریف کردیم، چون در قانون اساسی لوی جرگه تعریف خاص خود دارد. و از آن جایی که صلاحیت رئیس جمهور در برگزاری رفراندوم یا مشوره هست، ما حق میدیم اگر بحثی مشوره است مشوره بکنیم. ببینیم ای بار مسئولیت تاریخی ما را هم کمتر میکنه، بزرگ که بعد مشوره کنه، هر چیزی میخواد بپرسه، مردم هر نظری که میده. اما بحث اینجاست که اگر در لوی جرگه بحث بر این شد که این پیمان امضا شود و بعد از او در پارلمان افغانستان بیاد، در شورای ملی افغانستان بیاد رد بشه، ای بار مسئولیت از این آینده از این به دوش که خواهد بود. اگر کشور به سمت سوی، ببینیم هیچ خارجی مشتاق ما نیست، ما این رو به صراحت میگیم، با آمریکا هم میگیم، با هر کشور دیگه میگیم، هیچ خارجی ولو که با ما مشترکات آنچنانی هم داشته باشد، چی از بود مسائل فرهنگی، چی از بود مسائل دینی، چی از بود مسائل لسانی، با ما مشترکاتی داشته باشد، اما اونها منافعهای خود ترجیح میده. آمریکا با ما با وجودی که مشترکات ندارد منافع خود دنبال میکنه، هیچگاه دنبال منافع ما نیست. وقتی منافع اونها است، پس بیاید ما هم باید منافع داشته باشیم. چه چیزی ازی به دست میاریم؟ در قبال چه چیزی میدیم؟ حالا ما اگر بیایم فرض میگیریم که این مخالفت با یه قرارداد بکنیم امضا نشه، آیا ما میتونیم آمریکا رو بیرون کنیم سو از افغانستان؟ اصلا ما توان داریم منافع خودمون رو بقبولونیم با آمریکا؟ ببینیم اگر بحثی رو بیایم بگیم که چرا نتونستم، ما اول بیایم ایره و از جناب وکیل صاحب ایره چی داشتیم که از حکومت باید بخواهند که چرا نتونستن زیربای اقتصادی ما را بسازن. و اگر بحثی معدن آجیگک میکنن، معدن آجیگک فردا به دست ما نمیاد، یا معدن مس فردا به دست ما نمیاد، حداقل یک استخراج معدن تا بهره برداری که به شکل واقعی برسه از 5 تا 10 سال زمان به کار داره. تا این 5 سال دیگه ما گوشون شیشته نمیتونیم. ببینیم همه نقاط باید فکر بکنیم، این انوز بسیار زمان بکار دارد.
فکر نکنید که در شورای ملی به یک روز میاد و کارت سبز و سرخ بالا میکند. این لوی جرگه نیست، این جرگه مجبوریتی نیست که در جرگه مجبوریتی یا ها و نه به چهار روز بگن. در اوج تمام مفاد قرارداد از فلترهای بسیار تیزبینی کسایی که در اوج است، کسایی که بیرون است، ما هم در بیرون مشاوری نداریم. کسایی داریم، مردم داریم، با مردم خود مشوره میکنیم که اینی چیزها است. اما این را نباید همیال زود احساساتی تصمیم بگیریم و احساسات نشان بدیم. قراردادی آماده بحثی بوده میان حکومت افغانستان و حکومت آمریکا، او بالاخره میاد به شورا و یا در لوی جرگه تصمیم مردم برای او چه خواهد بود. هر تصمیم مردم در اوج بگیره به معنای از این نیست که ولسی جرگه هم باید تایید بکنه. ایست چون صلاحیت ولسی جرگه یا شورای ملی ایست که بعد از با وجودی که مشوره رئیس جمهور است که مردم برای رئیس جمهور چی مشوره میده، ها یا نه یا خوب یا خراب، او بود مسائل حقوقی خود رئیس جمهور با طبق قانون اساسی که برای او حق داده شده او مشوره خود میکنه. اما بود مسائلی که با ما چه چیزی ارتباط میگیره اوست که بعدن ما روی تصمیم میگیریم. ما هم نگرانی خود داریم، ما هم افغان هستیم، ما هم از این کشور هستیم، هم مسلمان هستیم و هم در مقابل کفر. ما در طول سالیان سال دیدیم که بسیار مردم خود ما قربانی کردیم، خون ریختیم، شهید دادیم در این کشور. پس بیایم این تو فکر نکنیم که این موضوع موضوعی هم ساده نیست و هم آسان. ما نمیتونیم از این موضوع بگذاریم. حتما دیدگاه های مختلف از تمام امروز شما اگر در پارلمان حضور می‌داشتیم شاید از طریق رسانه‌ها دیده باشیم. هر کدام نظریات خود داشتن، هر کدام نگرانی خود داشتن، نگرانی هر کدام بجاست. حتی پیشتر جناب وکیل صاحب اشاره کرد، گفت که بحث زنان هم حتی در امروز در پارلمان مطرح کردند که در آمریکا زنان جرم نیست اما در افغانستان طبق قانون شرعی ما جرم است. و یک بود مسائل دیگه که ما هم نگران هستیم، هر کس که متضرر میشه حق دعوی دارد. آیا فردا اگر بود مسائل بررسی بکنیم که یک نفر آسیب دید از طرف قوای آمریکایی، هایی حق دارد در او محکمه ازی در آمریکا شرایط بریزی مسائل چه بر از حقوق خود دفاع بکند؟ این نگرانی های ما هست. هنوز هم ما به حصل سند دست پیدا نکردیم. سندی که پیش جناب وکیل صاحب هست، امروز ما همچنین سند احضار کردیم که تقلبی است. حالا ما منتظر ازی میشینیم تا سند برای ما بده. ما انشاءالله یا نماینده های مردم افغانستان و یه دیدگاه شخصی است. من خود سند به یک روز نمیتونم بخونم. باید سند از بود مسائل حقوقی، از بود مسائل تمام چیزهایی که از بود مسائل شرعی، ما باید به افراد و اشخاصی که هست بشینیم با اونا صحبت بکنیم که این پیامدهای بعدی قرارداد چیست برای کشور. های لکه نام بدی رو نمیخوایم ما هم داشته باشیم در تاریخ افغانستان به عنوان وکیل این ملت. او تاپر ما هم بخوریم. ما هم نگران هستیم، ما هم تشویش های خود داریم. این جدا از تشویش های شما نیستیم. ما امیدواریم که تمام وکلای ملت با همو فهم، با همو تیزبینی، با تمام شرایط امروزی افغانستان درک کرده، اگر چنین تصمیم میگیرد تصمیم معقول و باشد که آینده کشور و تاریخ افغانستان در قبال ما بد قضاوت نکنه. سپاس آقای فرید. خب به هر حال آقای بهادری هم یک سری واقعیت ها و نیازهای جامعه امروزی افغانستان را مطرح کردن. این واقعیت ها و نیازهای چی باید بکنیم؟ گوری سبز د وکیل صاحب ته په کامل احترام باندې څو جملو ته باید د دې توجه معطوف کړم. د خلق ټول غږ اوري. اوله خبره دا ده چې شریعت په خپل ځای کې د هر څه لپاره خپل حدود ټاکلي. دا داسې نه ده چې موږ یا به سفارت هم د دې ملک نه بیخي باسو یا به ټول ملک امریکا ته سپارو. دا هیڅ منطق نه ایجابي. سفارتي اړیکې په زمانه د عمر رضی الله تعالی عنه کې وې. د پیغمبر په زمانه کې تجارت شوی دی. خپله پیغمبر ته لیمن ته هغه وخت اسلام نه و، خپله پیغمبر نه و مبوس شوی. د پیغمبر په زمانه کې اولینه ډله د مهاجرینو لاړله، هلته یو یو عیسوي باچا و چې وروسته اسلام قبول کړ، حبشې ته لاړل. هغه څه باندې چې خدای او د خدای پیغمبر قید لګولی دی هغه ته نه زه جواز ورکوی شم نه دا وکیل صاحب. تاسې غوږ ونیسئ، زه یو ملا راولئ چې کینو خبرې وکړو، ما ته اجازه راکړئ. ولېکفارګوره نظام ګوره، د سیکولر نظام او د سیکولرسانو دا عقیده ده چې دین او سیاست دې لرې شي. اسلام خپله یو سیاسي دین دی. که داسې اسلام دومره ضعیفې بیا هم ولې قبول کړی دی؟ څه دپاره یو ضعیفه شی قبلوئ؟ ګورئ تاسې غوږ ونیسئ، زه دې مسلمانې جامعې نه پوښتنه کوم چې
تاسو ځان ته مسلمانان وای چې دومره په بیکاره ستې چې سیاست نه دین بیلوي او وای چې دا یو بیکاره ستې اسلام خپل کوپر اعتراف وکړه شریعت دی اسلام د سی وای منګه څو قسمه کفارو ته اجازه ورکوي زمونږ په دې ملک د بخوانه میندوان پراتو دا مسلمان نه دی غیر مسلم دی خو شریعت وای فقها وای کتاب وای راضی ردی مختار راول تبې کیدو په هغه کې مساله د سی دا چې په دوه شکلو باندې پات کیدی یا دا چې دغه سفارتي اړیکی ولري اوس ګوره دا قران کریم یو تر اوسه کوم سفارت جرأت کوي چې وسوځي خو د باګرام په اړه کې وسوځي د کنه ته سفارت د یو وړي سره چې برابرې د ازمکو اسمان تفاوت لري دوه خبره دا ده چې سفارت چې دی دا یو ډیپلوماټیک ساحه ده نه نظامی درېمه قضیه دا ده چې اسلام دا وایي چې یا به دوی جزیه ورکوي پراته وي یا به زیمی وي چې په هغه صورت کې بیا اسلام وایي اسلام دسې وایي شریعت وایي ګوره دا ټول ملایان دي واوري چې یو کافر زیمی چې غیر محاربي ضرر یې نه رسیږي دلته پروت وي د زیمی د مال د ناموس د حیثیت د شرف ذمواري په مسلمان دا والله که چیرته په دغه سړي باندې یو بل څوک تیری او تجاوز کوي یو ملک پی تیری او تجاوز کوي کفار پی تیری او تجاوز کوي په تا باندې لازمي ده چې د دې دپاره به جګړه هم کوي راځي دا په حدیث درته ثابتو په بخاري ثابتو دومه خبره راغله دا چې متن د قرارداد تاسو وګورئ دغه متن د قرارداد پرون دوی ناری ولې دفاعي دی نن یې امنیتي ته راوړ او په دې پوهیږي ولې ځکه د دفاعي قرارداد بودیجه چې د کانګرس کوي دا یې امنیتي ته راوړ چې د هغې نه چپه کړي زه لنډه خبره کوم جناب وایي چې موږ به لس کاله کینو چې تر څو پورې دا معدنونه راوځي دا لس کاله چې دوی دلته وولې هم دا کار نه کوو پیسې کمې وې امنیت لس کاله مخکې خو امنیت ډېر ښه و که نه لس کاله مخکې خو تا د ولسي تا د لویې اضطراري جرګې دپاره د کونج کونج نه ستا معمور د یوناما او نماینده د دې جرګې لاړه ته اوس ورته وایې که دې لوګره پورې لاړې بېټانګ تو به زه به دې نه روګڼم هغه مخکینی وزیر دفاع ته ما چیلنج ورکړم ته د وردګو که دوه شپې دې خپل کلي کې وکړې زه به دې نه روګڼم ته وزیر دفاع د دې ملکې اوس درته خبره دا کوم ګوره زه درته دا یو خبره کوم چې په هغه وخت کې چې نسبي امنیت و هم تا دا کار ونه کړ اوس په دې ګډوډۍ کې ته پس د دې نه بیا دې ملک ته تا آبادي راوړې تا په دې لس کلو کې څه آبادي وې دغه ښار ته وځي دا ښار دی مرکز تاسې دا سړکونه وګورئ ته وخدای چې د یو ملک مرکز او پایتخت یې په دا روزګاري د اطرافو هېڅ شی ګورئ زه درته یوه خبره کوم هره ورځ یې دا مخکینی وزیر داخله ضرار زما به غږ اوري را سره ناست و موټر کې ما ورته وویلې چې دا بوجۍ چې دلته دا ډکې دي او دا شاوخوا ته مورته دا سیمان راټول کړي دي په هغه کې مې جال کې ما وایي که کومه ورځ امریکایان دې ملک نه یا تښتېدل یا وتل دا خپل جال به په هلیکوپتر جي کي خو دا خاورې او بوجۍ هم تا ته یو غم پاتې دی دا به هم ته ورته یو شاروال بل نیسې چې پاکې کړي تا په دې لس کلو کې کوم آبادي کړې تاسې ورشي په دې بیسو کې وګورئ ټول د لرګیو جوړ کړي دي او ټول یې وران کړل اوس په قندهار کې ګوره ما ته چا وویلې چې په قندهار کې یو بیس دی دی که روزګان کې دی په قندهار کې دوی وران کړی د هغه ځین چې وچې دا مسؤلیت یې امنیتي دي ته سپارلی تاسې ورشي په خدای کوي په کې کوټه پرېږي ته څه شی په دې ملک کې جوړه یې او زه بیا تا ته دا وایم چې دا دا داسې به لنډ درته وایم راځي یو مثال د یو انسان وینه او حیات ډېر ارزښت لري که دا ټوله دنیا پیسې تیر راته ووایي حیات ښه دومره خلق مړه شول دوی چې وایي چې پاتې دې محاکمه کوو په دې لس کلو کې ته ماته وښایې یو کس د دومره جرایمو د پاسه محاکمه شوی دی آیا کم د هغې مظلومینو هغه چې تکلیف ورته رسېدلی هغه ضرر ورته رسېدلی هغه فامیل یې د لاسه ورکړی یو کس چا امریکا ته وښتی هلته یې کېنولی چې ته یو وکیل مدافع ونیسه راشه دعوه وکړه چې دې پهیسته خو بله اگه امریکا هم بره چه تضمین وجود داره که فردا طالبان و یا سایر گروه های مخالف مسلح که با ما در جنگ هستن زه تا ته دا وایم د دې امریکا په موجودیت کې کوم تضمین موجود و چې جنګ غلی که دا خلق یې د صحنې نه ویستل دې ملکي امن راوړه ته ماته هغه تضمین راوړه ستا په دې امریکا زور رسیږي چې وایې ایستلی نه شمه بیا به پې قبول څنګه کې یوه خبره دومه خبره دا ده چې موږ خو دا خبره د اول نه هم کړې چې د جنګ طرفدار نه یو امریکایان ته چې موږ وایو وځئ دا په یو ورځ کې نه وځي چې اوس په یو ورځ کې دا ټول تبارو بستره د لس کلو راوړې ته ټوله کې دا کم از کم دوه درې کاله زمان نیسي چې بیخي هغه سری وتل دی شروع کړي په دې درې څلورو کلو کې دا د افغانستان ولس ته اجازه ورکړي چې کینی کنه د سولې لارې چارې ولټي کینی سولې ته کنه دا خلک سولې ته کینی اوس ګوره د افغانستان حکومت سوله نه مني دروغ وایي زه درته مثال وایم دا ګوره ټول خلک دي واوري کرزي بار بار په دې ټلویزیونو کې ویلي
چې د ملا عمر صاحب او د پلانی صاحب او د بستانی صاحب او د ملایانو د دوی ادرس خو په راس کې خپله ونیسه چې ملا عمر د طالبانو مشر دا خبره ګوره څو څو ځلې کړې چې ما ته ادرس پیدا کړي زه ورځم تلیفون نمبر یې پیدا کړي ورسره خبرې کوم دا پرون چې په قطر کې ادرس پیدا شو خو ته جګ شولې سفیر دې راوایست هغه ادرس دې بند که کنه امریکایانو خو ورسره جوړ کړی ولې دې پرې نه کړله خبرو ته څه شی و پکې بانه پکې دوه جملې وې چې بیرغ پکې جګ شوی و او لوحه پکې وه ګور دا ستا په دې موجوده نظام کې د هر تنظیم که افغان ملتی دی که حزب اسلامي دی که جمعیت دی که بله ګروه ده که بله ده خپل بیرغ نه لري راځه چې اوس یوسم دا د رسمي دفترو کې درته وښیم یو یې د تنظیم بیرغ دی یو یې خپل ده بیا هغه خو د ملک نه بیرون و بیا په هغه بیرغ باندې خو ګوره نه د ملا عمر نوم لیکلی و نه د تنظیم په هغې خو لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی و ته من حیث د مسلمان څنګه د خدای کلمه دا کته کوې خدای په قرآن کې وایي زما کلمه اوچته ده او د کفر کلمه ټیټه ده ته د مسلمان کلمه دې راټیټه کړله ګوره دا یوه بهانه وه او خدای د امریکا بیرغ دې د کور په سر زړولی په هغې باندې افتخار کوي او د خدای نوم پکې د پیغمبر د رسول الله نوم لیکلی هغې باندې شرمېږي کته کوي دا بهانه وه تا دې ملک ته جوړه کړه تاسې خو لږ زره انصافان خبرې وکړئ زه دا شی وایم چې ګورئ لنډه خبره کوو موږ په دې ملک کې سوله غواړو او سوله شونې ده سوله راځي که دا خلک یې پرېږدي دوی نه غواړي مادرته ویلې هغه دفتره خلاص کړو ادرس یې وکړه نه تا چېغې ویلې ادرس هېڅ غره ته یې مو نه غوښتلې ولا چې په غره کې ادرس درته وښیي چې د امریکا د بی پیلوټه تیارو او د دوی د زور نه وي په خدای که ته دې لوګر ټانګه پورې لاړ شي ته بیا هغلته ځي د هغې سره یوازې کینې خو ګوره تا ته یو امن ځای و چې نه تا ته تکلیف و نه بل چا ته تکلیف و پرېښې به یې دا خبرې مې هم کړې چې دا موضوع کوم ځای ته د افغانستان ولس وپې خبر و ته لاړ دی دستي دې سفیر غال مغال دې جوړ کړې دا نه منم سوله هم ته نه منې ګوره امنیت هم ته نه غواړې او بله خبره درته دا کوم زه تا ته دا وایم چې تا و خدای وکیل صاحب ایماندارۍ خبره وکړه ګوره یو ته د دې وطن خلک په دې نظام کې فساد شته که نه ټول افغانستان خلک خو د خدای په لحاظ چې اوس ته امریکایی خپله وایه چې دا په فساد کې دا 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 حکومت تر دغه ځایه غرق دی او ته بیا د یو فاسد نظام تر شا ولاړې حمایه کوې ته فاسد نه یې ته چا ته فاسد وایې ګورې زه دا وایم یو ځان تېروتنه ده موږ که ځان غولو ولا دغه دی هغه دی دغه دی زه دا سند به امضا کړي زه په دې پوهېږم چې دا سند په دې کې لیکل شوي دي دا ګوره تاسې دا وګورئ د آخري مات زه درته ووایم کوتاه لطفا که صحبت های آقای بهادری رو در آخر بشنوه گوره اگه خپل لیکلی دی اگه خپل لیکلی دی چه طرف امریکا علاقمند است تا تمام موارد را در سطح حیات مذاکره کننده حل و فصل نماید و تصمیم روی چگونگی مسئولیت قضایی را موکول به فیصله رؤسای جمهور دو کشور کند طرف امریکا تاکید دارد که در این مورد بین دو رئیس جمهور موافقه به عمل آمده است از رئیس جمهور افغانستان نقل می دارد که گویا به طرف امریکا وعده دادن مسئولیت حوزه قضایی به نیروهای امریکایی داده شده است مننه آقای بهادری چه شای مور واری هر څه خلاص کړی دی دا به وشي خو زه دا درته وایم ګور اخر جمله آقای فرید اخر جمله دا هم دا ګوره دا وکیل صاحب مشته مونږ دی ملکی یا بمړی یا بجوندی خو زه درته دا کار خو به ومشي اول خو مونږ ز خپل په دې ایمان واقعیده چې الله ډیر غیور دی ابراهیم علی السلام ورته اچو دی ټول خلق قتل چې دا وسوځي او ورم سوځینده ده خو د خدای فیصله بل څه وه زه خو مونږ وایي الله غیور دی د دې وطن ناموس او ایمان او اسلام به په دې کفارو خدای نه ذلیلوي او دوی به خدای ذلیل کړي اول خو مې امیدوار یم چې دا جرګه به الله ناکامه کړي او که وم نه شوله ویم کړله او دا سند یې ورکړ بیا به یو ورځې که ژوندي وو داسې په دې میز کې نو چې دوی جنایتو کې درته وایم چې اوس وکیل صاحب چې ورسره قرارداد دې کړی راشه نو اوس یې پرې تطبیق کړه مننه آقای بهادری در پایان شما بفرمایید به هر حال چی باید کرد ببینیم ما تو یک طرف قضیه را همشون نگاه نکنیم دو طرف قضیه را باید نگاه کنیم اگر نکنیم چی بکنیم اگر بکنیم چه بار مسئولیت خواهد داشت اگر بیایم اگر یک تعهدی یا از کسی میگیریم روی کاغذ داشته باشیم یا قراردادی میکنیم روی کاغذ داشته باشیم بار مسائل حقوقی رو بار میارد یک نظر است نه به عنوان تایید ببینیم ما هر آن چیزی که هر کدام ما در افغانستان امتحان خود دادیم مردم افغانستان همه رو ما رو میشناسند از خرد تا کلان میشناسند و هر کدام ما در بوره از زمان در افغانستان با قدرت رسیدیم و نحوه قدرت و نمایش قدرت خود رو مردم افغانستان کردیم که امروز اکثریت
مردم افغانستان قربانی ازی شده و بسیار کسا بیوه شده. بهتر است که هر چیزی که گام برمیداریم گامهای خود مثبت بر بداریم و روی تمام نقاط منافع کشور، منافع ملی، منافع اولیای کشور از بود مسائل شرعی، از بود مسائل اقتصادی همه رو بررسی بکنیم، بعد از او دست به کار بزنیم که نه خدا ما رو شرمنده بکند، نه تاریخ و همچنان سربلند بر مردم افغانستان باشه. سپاسگزار. آخر کی و جمله وای دا امریکایان دی ملک سره کومک کی کنه؟ 3 میلیارد نه 3 میلیارد دی ورکی. روابط اقتصادی جور سره جوړ کی، روابط تجارتی جور سره جوړ کی، سفارتی جور سره جوړ کی. دې سره شریعت مخالفت نکي. نظامی اړې څه د پاره جوړه. کتا په دې یو نیم لک پوز باندې امن راوړین بیا په شل زرو د 3000 جنن سپانتا وې دا پراتی. بیا په دې ته راوړې. بیا ته وې دا مربیانم دي. ور دا د دې ولس په خسرګو کې خاورې تو یول دي. دا خلک مجبور دي، دوی وسنه لري، دا بیچاره دي. دوی باندې چې هر څه کوي دا تحمل ده. خوځدې د افغانستان ولست وایم چې د خدای په لاس دغه حلقه د غلامۍ د غاړي او باسي ګوره دا وطن پروشي ده، وطن پروشي ده، وطن پروشي ده، او خلق وطن پروشي ده، اسلام پروشي او ناموس پروشي ده. مکه ویدا کار ډیره ډیره مننه. سپاس بینندگان گرامی، ضمن ابراز سپاس و امتنان از حضور مهمانان برنامه، آقایان انجینیر منور شاه بهادری عضو مجلس نمایندگان و حاجی احمد فرید عضو پیشین این مجلس، از حضور شما بینندگان گرامی نیز مرخص می‌شویم. خداوند یار و نگهدارتان.